سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همیشه کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه سری حرفای مهم و میخوام براتون توضیح بدم. همونجور که میدونید من از اول بیطرف بودم، هستم و خواهم بود. تنها رسانه بیطرف رپ فارسی و تنها رسانه مردمی رپ فارسی بودم و هستم و وظیفه منم اینه که اگه جای نقد هست، اگه جای کسی اشتباه میکنه اعلام کنم و بگم توی ویدیوها و به هر حال انتقادمو بگم و وظیفه منه. مثال براتون بزنم، چند تا من با خیلی از بچه‌ها این پشت اوکی هم رفیقیم، مثل پارسالی که خیلی رفیق خوبیه برای من، خیلی چیزا بهم یاد داده، همینطور علیزی جی جی خشیار سار و خیلی های دیگه، و من از اینها هم انتقاد کردم و انتقادم میکنم. بعضا انتقادهای تندی بوده چون وظیفه منه. اگه یه جا میبینم پارسا هر چقدر رفیق من باشه داره یه حرفی میزنه که یکم خب به هر حال یه جوری درست نیست، 100% تو ویدیو میگم، به خودش هم زنگ میزنم میگم و همیشه هم همین جوریه و وظیفه من اینه. مثل کاری که آدل فروسی پور میکن، خیلی هاتون هم به من میگین آدل فروسی پور رپ، دمتون گرم، لطف دارید، ولی خب من آرام رپم آدل. ولی در کل بحثی که هست، یه اتفاقاتی چند روز افتاده و میخوام راجبون رو توضیح بدم و ببینیم که داستان چیه. ببینید، من هیچ وقت بی احترامی به هیچ کس نکردم و نخواهم کرد و در جایگاهی نیستم که بخوام کسی رو تخریب کنم یا بخوام اونو بیارم پایین، و در جایگاهم نیستم که بخوام کسی حالکی گنده کنم و انقدر احمق نیستم که بخوام کسی دشمن میشم. و خب داستانی که بود از دیسبازی خشایار اس آر و امیر تتلو شروع شد. همجور که اگه دقت کرده باشید من توی رپ حواشی ها به صورت کامل حواشی اینا رو باز نکردم. چرا؟ چون حواشی که این دوتا داشتن فقط فوش خوار مادر بود. حالا یکی اول به اون یکی فوش داده بود، اون یکی عصبی شده بود جواب داده بود و به هر حال باز میشد تمیزتر بشه و من اینو نوازش نکردم کامل. چرا؟ چون همش فوش خوار مادر بود، چیزی نبود، یه درگیری بود که اصلا معلوم نبود چه. و بعد رسید به دیسترک خشایارسا رو ما گوش دادیم. خب توش الفاظ رکیک بود اما فحاشی ناموسی نبود، فحاشی های خیلی بد و زننده نبود و اونو گذاشتیم و قرار بود که ما دیسترک تتلو رو هم بذاریم. اگه اومد تتلو اومد بماند که وقتی ما ریاکت کردیم تتلو به ما فوش داد که چرا ریاکت میکنید و فوش خار و مادر داد. و به قول خود تتلو، تا وقتی یکی بهت بی احترامی نکنه چیزی نداری بهش بی احترامی کنی، اما وقتی بهت بی احترامی کنه میتونی بی احترامی کنی. پس در نتیجه من الان از لحاظ دید خود امیر تتلو و اون قانونی که خود تتلو و تتلیتیا دارید میتونم همین الان توهین کنم به تتلو، اما این توی شخصیت من نیست، من نمیکنم و نخواهم کرد. و توهین کرد به ما، فوش مادر داد توی کانال تلگرامش و گفت اینا که ریاکت کردم به اینو اینجوری. و بعد دیسترک داد، دیسترک شو من گذاشتم، گفتم اشکال نره اینو گفته خود پارسا، من گفت اشکال نره تو برو خود نیار، برو واسه شو اینو. گفتم باشه، گذاشتیم اینو پلی کردیم، اومدیم گوش بدیم آهنگو، من یه دقیقه بیشتر نتونستم گوش بدم و ریاکت اونجا قطع کردم، ویدیوش هم گرفته بودم و گفتم که من خب اینو پخش کنم بی احترامیه و اینو پخش نکردم. چرا؟ چون واقعا موزیک نیستین. اون کاری که امیر تتلو خودش هم تو کانالش گفت، واقعا من نه تکست داره نه هیچی، دقیقاً اینه، دعوای دوتا بچه مثلا راهنمایی یا دبیرستانه که به هم جواب میدن، قشنگ دیسترک تتلو اونه، نه رایم خاصی داره، نه چیز خاصی داره، نه حتی بیت خاصی داره و فوش مادر از اول تا آخرش. و من بیام اینو پخش کنم نمیشه که. ببینید خود امیر تتلو گفت همین دیروز، با طبق منطق خودش میخوایم صحبت کنیم، خب البته حالا که نرم منطقش کجا اشتباه، طبق منطق خودش که میگفت آقا رپ فارسی چرا میاد دیست اینو میذاره بی احترامی به منه، فلانی چرا میذاره بی احترامی به منه، بی احترامی رو باز پخش کنیم بی احترامی. خب فوش مادر با به یکی رو ما بچه رو باید پخش کنیم و آهنگ نیست فوش مادر، همش فوش مادر، اون آهنگ نیست. ما گوش میدیم حالمون خوب شه، نه وای به منفی بگیریم همش فوش هم. فوش مادر همش داره میره تو گوشه تو ذهنت، این چه چیزیه؟ نه باش میتونی هد بزنی، نه باش میتونی بخندی، نه هیچ کاری نمیتونی باش بکنی، پس این موزیک نیست. و در نهایت امیر تتلو اومد یه دونه دیگه گذاشت که مستقیما به نظر میاد با ما بود و میگفتش که طرف اومده میگه من وظیفه‌م گزارشگریه، باید همه رو بگم و چرا ما همه رو گفتی، نه بعد بگی بی احترامی به منه، دوباره فوش و فوش. آقا من وظیفه‌م اینه و میگم و اینجا هم دیکتاتوری نیست. امیر تتلو بخواد بگه، چه میدونم رئیس جمهور بخواد بگه، هر کی ما اومدیم یه مسیر رو خودمون شروع کردیم، از اولم خودمون اومدیم و خودمون پاش وقت گذاشتیم، اومدیم بالا، دمشون گرم، خیلی دیگه هم کمک کردن و دیدم امیر تتلو حتون گیر ریاکشن رو ما مود کردیم، من چیزو مود کردم یوتیوب، کی گفتم چی حرف،
پارسالی پوتک سالهاست دارن زحمت کشن، خیلی بچه دیگه که یوتیوبر بودن، روزی که امیر تتلو مجبور شد یعنی اخراجش کردن از اینستاگرام دیگه، راش ندن تو اینستاگرام، مجبور شد بیاد، اون زمان کانالای 200 کایی بود و اینا زحمت کشیدن، شما مخاطبش خوب بود، ملت اومدن ببینن این به کی داره فوش مادر میده، اومدن. و امیر تتلو جان شما تنها چیزی رو که مد کردی فوش خوار مادر دادن بود، نه چیز دیگه. و احترام هر کس دست خودشه، وقتی میای فوش میدی فوش میخوری، و برای همین خشاره سارا اومد این کار کرد. حالا خشاره میتونست فوش نده، ولی برای چی باید به مرده یکی ما فوش بدیم؟ امیر تتلو میاد میگه من دارم فوش میدم، فوش مادر میدم که جا بیفته توی شما. چرا باید جا بیفته فوش مادر؟ من از فردا میفتم تعرض میکنم تو خیابون که جا بیفته، میفتم قتل میکنم که جا بیفته، یعنی چی؟ چرا باید فوش مادر باشه؟ چرا باید فوش به مرده باشه؟ نفس خودتون نمیتونین جلوش بگیریم از این تقصیر اینا بود؟ من از هزار نفر انتقاد کردم، بدترین برخوردی که داشتم از هوادار اون این بوده که آقا تو کی هستی که مثلا نقد کنی؟ تتلیتی ها میانی نقد مثبت میکنی یا مثلا نقد نمیکنی یا مثلا نظر مثبت نمیدی، میگی خوب بود، میان فوش خوار مادر میدن. خب یعنی چی؟ به این افتخار میکنید؟ این چیه داستان؟ اومدی به من فوش میدی؟ به اینو فوش یا به فوش یا بیفته که چی؟ چرا باید فوش بدن؟ همین الان تو به من فوش شدی تو یوتیوب، تو تلگرام، من اصلا خورد میشد میرفتم سر یکی دیگه خالی میکردم چی؟ امیر تتلو جان شما مسئولی، شما از قدیم اکثر فنات جوونها و نوجوونهایی بودن که داشتن شکل میرفتن، شما مسئولی نسبت به زندگی اینا، ولی چیکار میکنی؟ به چیکار میکنی؟ و بحثی که هست امیر تتلو خیلی با استعداده، آهنگای خوبی داره و همیشه هم داشته، این آهنگ آخرش آهنگ نبود، دیس نبود اصلا، ریاکت نداشت، من قول داده بودم ریاکت کنم، اون نمیشد. و اینجا هم نه دیکتاتوریه نه هیچی، من دیدم به رپ فارسی هم داره فوش میده دیروز که چرا مثلا خشارستا رو میذاری، چرا اینجوری. امیر تتلو خواننده خوبیه ولی هیچ وقت رپر خوبی نبوده، رپ کرده ولی رپر نیست، مثل شاهین نجفی، شاهین نجفی هم رپر نیست، رپ کرده ولی رپر نیست و خیلی های دیگه. و داستانی که هست الان عضوی از هیپ هاپ داره کارهای هیپ هاپی میکنه، اما رپر واقعا خوبی نیست، هیچ وقت هم نبوده. میتونید از کسایی که این کارام بپرسی، از رپرای خوب بپرسی. این تتلو تکنیکی تر، حالا خوندنش کار نداریم، آرام میخوندنش که تکه یکی تو ایران، ولی از رپ خوندن نه. پس این تصویر رو بذارین کنار، من اومدم ویدیو یکی دیگر رو گذاشتم، اومدین دیسلایک کردین، چرا؟ چون دیس تتلو بود، اصلا زحمت این یکی پش بابا، یعنی چی؟ بریزی بوت نسازید، نه از تتلو بوت بسازید، نه از این بهونه هایی که میاره، نه این بی احترامی ها. منم اینجا ریاکتش رو نذاشتم که بی احترامی نشه به خودش و دو بی احترامی کرد به ما به این دو دلیل. من اینا میتونستم اونو بذارم تو اون ویدیو، هم مسخره بازی درنم اینا، نه مثلا تو شأن ما نیست، تمام حرفام هم منطقی دارم میگم، میتونید خودتون با منطق ببینید، اگه سنتون قد میده منطقو بذارین جلو ببینید و تموم شه بره. خلاصه داستان این که امیدواریم که رفقای تتلو که اگه خیلی دوستش دارن، یه چیزی امیر خان تتلو، یکی میاد به شما دیس میده بی احترامی، اما شما فوش خوار مادر میدی تو دیست، جا انداختن فرهنگ، خیلی جالب. یعنی مثلا میمونه الان من بیام بگم تتلو به من بی احترامی کردم، من میخوام فرنگ جا بندازم، شو کنم فوش خوار مادر میشه دادم، نه من میخوام فرنگ جا بندازم، میگم چرا باید فوش بشه؟ فوش نمی، چرا باید فوش بدیم؟ فوش اینجوری نمیدیم، درمون شده رفت. خلاصه امیدواریم که امیر تتلو عزیز این حرفا به گوشش برسه، به تتلیتیا برسه. من نه با کسی دشمنی دارم، نه هیچی، مثلا عددی نیستم که خواهم کسی دشمنی کنم، مثلا حوصله‌اش هم ندارم و هیچ وقتم در جایگاهی نبودم و نخواهم بود و نخواهم کرد. امیدوارم که آهنگای خوب بده تتلو، لذت ببریم و امیدوارم که به دکتر مراجعه کنه، چون امیر تتلو واقعا فهم حس کنم دو شخصیتی شدی، میای به این تعریف کنم به یارو میگه ما در فلامت میشه که بیادم و باور نکنید همه بهونه ها. امیر تتلو میاد داره 15000 دلار از یوتیوبش در میاره، بعد داره میگه که من رفتم سایت بهت بزنم که بتونم موزیک ویدیو درست کنم، بعد طرفدارش هم باور میکنه 15000 دلار نسبت به خواننده های اونور آب خیلی شاید کمه، ولی برای خواننده های تو ایران خیلی زیاده، خیلی کار میشه باشه. حالا خواننده که تو ترکیه ان، حالا تو ترکیه هم خیلی کار باشه میشه. گول نخورید، گول نخورید، با منطق همه چی رو بررسی کنید،
قضاوت بیجا نکنید، دیدم خیلی اومدن او تو طرف او سایی بهت گفته چون بچه ملدی. نه من با سایی دو بار حرف زدم، سه بار حرف زدم و خیلی هم بچه بالی، هیچ وقت هم کار نمیکنه و از این داستان هم نیست. توهم تو تر بریزید بیرون و ماها شخصیتمون رو از سر راه نیاوردیم که شماها و تتلو بیاید به احترامی کنید از رو بیکاری، از رو هر چیزی، از رو تعصب. خب و اگه قرار فرهنگ اینجوری جا بیفته، به نظرت بیا یه فرهنگ را بندازیم شروع کنیم از اول رو خودت، مثلا شروع کنیم رو خودتون آن قتل و اینا رو جا بندازیم. ها نمیشه که می‌دونی، پس فکر و کار بندازید، هر کسی خودش میدونه چی درسته. تعصب بریزید دور، بت شکن، بت سازی بریزید دور، بت ها رو بشکنید. دمتون گرم، میمونه حرف من خیلی هم طولانی شد، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه و همین دیگه. تا ویدیوی بعدی، سی یو سون.